به نام خدا و با سلام و درود به بینندگان عزیزم در سرتاسر جهان، امیدوارم شاد و سلامت باشید. در این برنامه میخوام یک کلیپی رو از حضرت امام خمینی به شما نشون بدم و درباره اینه که چطوری ما میتونیم آنوسی ها رو تشخیص بدیم از مسلمان ها. حالا ما چرا میگیم این مهمه؟ برای اینکه اینها پشت نقاب یهود قایم میشن و در واقع کارایی میکنن که نباید و از این آنوسی ها در دم و دستگاه های سیاسی ما کم نداریم و در هر صورت اگر که میگن تا نباشد چیزکی مردم نگویند چیزها و در هر صورت حضرت امام یه چیزایی رو میدونستن که اومدن این کلیپ رو درست کردن و میریم با هم دیگه گوش میکنیم به این کلیپ. یه یهودی آمده بود مسلمان شده بود خدمت ایشون. ایشون دیده بود که بعد از چند وقت این یهودی خیلی مسلمان است. ببینید شاید خودتونم با یه چنین کسانی با یه چنین افرادی آشنا شده باشید. من که اینجا در لس آنجلس خیلی از اینا رو میبینم که از کسانی که حالا مسلمان هستن، از من و شمایی که حالا مسلمان هستیم، شیعه هستیم، احکام دینی رو خیلی بهتر میدونن و خیلی واردتر هستن و خیلی هم خوب ازش استفاده میکنن، یعنی در واقع تظاهر میکنن به اون چیزی که نیستن. خب موضوع سر تشخیص مصلح از دروغگو هست اینجا اینه، نه اینکه چه کسی چه دینی داره. ما در کشور خودمون یهودی ها حق رأی دارن، یعنی میتونن بیان تو مجلس، زرتشتی ها، مسیحی ها، مسلمان ها، اصلا مشکلی نیستش. ولی موضوع سر دروغگوییه و تظاهره. یه یهودی آمده بود مسلمان شده بود خدمت ایشون. ایشون دیده بود که بعد از چند وقت این یهودی خیلی مسلمان است و اینقدر اظهار اسلام میکند که ایشون بهش تردید داره شروع دارش که این شاید قضیه‌ای باشه. یه را خواسته بودش، گفته بود که تو منو میشناسی؟ گفته بود که بله، شما از علمای اسلام هستی. چطور؟ میدونی پدرهای من کیان؟ بله، پیغمبر از اجداد شما فلان. خودت هم میشناسی؟ بله، من پدرانم یهودی بودند، برای خودم مسلمان شد. گفته بود این سر اینا به من بگو که چرا تو مسلمان تر از من شدی؟ مردت فهمیده بود که این اون چیزی را که میخواد بازی کند فهمیده است، فرار کرده. این که آمد بیست و چند روز اونجا و تمامش از نهج البلاغه و تمامش از قرآن صحبت میکرد، من در ذهنم آمد که نه، این آقا هم همون است. یعنی خب تو اعتقاد به خدا و اعتقاد به چیزای جرمی پیش من که نه خودم نه پیغمبر نه امام، من طلبم در نجف. خب این از حضرت امام شنیدین، کسانی که تظاهر میکنن از من و شما در واقع خیلی بهتر احکام رو میدونن و تظاهر میکنن. خب حالا میخوام برم سراغ یک کلیپ دیگه. خب ببینین، این برنامه‌ای است که خودم پست کردم تو کانالم. مسعود پزشکیان و ظریف کلی پرت و پلا تحویل دکتر فؤاد ایزدی دادند. برجام از پیش طراحی شده بود. من برنامه‌ای در این باره خواهم ساخت و به شما اثبات می‌کنم که برجام یک سراب بود و یک دام بود برای ایران و همه اینایی که میرن دنبال برجام، اینا در واقع دشمن ایران هستن و خائن هستن. بریم این کلیپ رو گوش کنیم ببینین از آقای ظریف هم اینجا وقتی که در مونده از پاسخگویی پناه برده، پناهنده شده به آیه و سوره و این داستان ها. گوش میکنیم با هم دیگه. آیا این که اینها رد میکنن باعث میشه که ما نریم دنبالش قرآن بخونیم؟ ان نشر الدباب به اندالله الذین کفروا ثم لا یؤمنون. بدترین حیوانات کسانی هستند که کفر کردن و ایمان نمیارن. کدوم حیوانات؟ الذین عاهدت منهم، کسایی که باهاشون عهد بستی. ثم ینقضون عهدهم فی کل مره، هر بارم عهد میشکنن.
بعد آیه های بعدی میاد که اگر اینها خواستن عهد شکنی بکنن شما پیش دستی بکنید، آیه ای که هممون بلدیم و اعدو لهم مستطعتم من قوتن و من رباط الخیل ترهبون به یعدو و الله و عدو و کم، این آیه میاد. آیه بعدش چی میگه؟ همین کفار پیمان شکن، همین ها که هر بار پیمان بستند و پیمان شکستند، و این جنهو لسلم فجنه لها و توکل علی الله، اگه همین کفار پیمان شکن آمدند و صلح خواستند، اسلام بر اساس صلحه. بعد آیات بعدی چی میگه؟ و این یوریدو ان یخدعوک، میگه پیغمبر تو ببینید من موندم اینجا درس قرآنه یا یه جلسه سیاسی که باید پاسخگو باشه؟ نگاه بکنی فرار به جلو رو ساده نبودی، سرت کلا نرفت. اینا که پیمان شکن بودن، اینا که بارها پیمانشون رو شکستن، اینا تو رو ساده گیر نیورده بودن که شما به دوستان خودتون برچسب سادگی میزنی. آها. و این یوریدو ان یخدعوک، اگه اینا خواستن سرتو کلا بذارن، فا این حسبک الله، خدا برات کافیه. هو الذی ایدک بنصره و بالمؤمنین، نمیگه و بر قوه و نمیگه و بر رباط الخیل، میگه او کسی است که تو را به نصر خودت، یعنی به ایمان خودت، به خود باوری خودش و به وسیله مؤمنین، یعنی به وسیله این مردم باورمند تو رو یاری کرد. فراموش نکنید، تمام شد، فراموش نکنید. دیدین که چقدر آیه آورد و سوره آورد و این داستانا. یک کلیپ دیگه ای رو هم پخش کنم، اینم از آقای رسول. باید بگی چه باید چه بکن چه نکن. لیس علی الامام الا ما حمل من امر رب، امام جز اون چیزی که خدا گفته وظیفه دیگه نه. اول ابلاغ فی الموعظه، دوم اجتهاد فی النصیحه. ابلاغ فی الموعظه نامه امام به مالکش داره، یعنی دستور العمل اجرایی. خب یکی که به اصطلاح دستور العمل اجرایی هست، یه مسئولی میخواد اون دستور العمل رو اجرا بکنه. خب ببینین ایشون هم چیکار کرد، اومدش در واقع فرار به جلو، به جایی که بیاد پاسخ بده، داره پناه میبره، پناهنده شده به آیه و سوره قرآن. حالا من میخوام بگم که ما میدونیم که دین اسلام و به ویژه شیعه در واقع سیاست از دین جدا نیست، اینو میدونیم و مشکلی هم نداریم که بیان و از آیه و سوره قرآن استفاده کنن، ولی میگن هر سخن جایی و هر نکته مکانی دارد. در این فضایی که اینا باید در واقع بیان بگن چه کار میخوان بکنن برای ایران، وقتی که پاسخ ندارن، یعنی میخوان گریز از پاسخگویی فرار کنن، پناه میبرن به آیه و سوره قرآن مثل ظریف. منو یاد این ویدیویی که از حضرت امام پخش کردم میندازه، چطوره که اینا این چیزها رو سر به زنگا دارن و اینا رو میارن فوری میارن بر سر زبونشون، در صورت من تعجب میکنم که اینا این سوره ها رو اینطوری اینقدر قشنگ همشو از بر هستن و سر به زنگا میریزن رو دایره و اونا رو جا و بی جا ازش استفاده میکنن. به کار بردن این آیه ها و آیه های قرآن و یا این حالا حدیثه یا هر چی که تو قرآن هست اینا ازش استفاده میکنن، وقتی که اکثریت مردم نمیفهمن. من خودم عربی بلد نیستم، فقط یک خیلی کم در حد کمی قرآنم که میخوام بخونم باید فارسیشو بخونم، در صورت میخوام بگم این جایی نداره. و مشکل اینه که اینا میخوان خودشونو دین مدار نشون بدن و در واقع دین شده براشون ابزار فریبکاری. خدا میدونه که اینا یا مسلمونن یا اینکه آنوسی هستن یا جریانش چیه یا چه دلیلی داره که اصلا تا در این حد بخوان دین رو ابزار قرار بدن. هرگاه دیدین یه شخصی از شما بهتر دین و مذهب رو میدونه و در واقع یه احساسی داره این که داره میدونین داره تظاهر میکنه، خب باید این زنگ خطر زنگ بخوره و بدونین که چه بسا این شخص میتونه آنوسی باشه و داره پنهان میکنه و اصلا مسلمون هم نیست. اشکالی هم نداره، ما میگیم که یهودی داریم در ایران، دارن زندگیشون رو میکنن، یهودی های خوب هم داریم و پنهان هم نمیکنن، کنیسا دارن، کنیسا هم میرن، ما با اونا که اصلا هیچ مشکل و مسئله‌ای نداریم. دین اسلام خودش حضرت موسی علیه السلام رو قبول داره،
این موضوع نیست، موضوع سر دروغ و تظاهر هستش که نشستن بر سر بازار و اقتصاد ایران و تظاهر میکنن به اینکه اینا مسلمون هستن، مشکل ما با اوناست و در اصل به اینا شک ببریم. ببینین، درخواستی دارم از شورای نگهبان و مسئولین. حالا شورای نگهبان که الان کارشون رو انجام دادن، گذشتش رفت، ولی مسئولین ما باید در واقع یه مکانیزما و فرایندی داشته باشن برای اینکه مصلح رو از دروغگو تشخیص بدن. درست؟ میخوام بگم که دروغگو چه کسیه؟ اونی است که ما الان گفتیم باید شفافیت باشه. شفافیت. شفافیت فقط این نیست که بیا درآمد خودش رو بگه، چقدر تو حسابم پوله و اینا. باید تمام خانوادهش در واقع شفاف باشن، چی دارن از دارایی، چی ندارن، که نیاد یه چیزی رو به اسم زنش بکنه و یا بعداً در واقع ببینیم که پسرش یه دفعه پول دار شد، یه دفعه برادرش پول دار شد. یعنی خانواده نزدیکش هم باید شفاف سازی بشه از نظر مال و اموال و ثروت. نمیگیم که نداشته باشن، فقط باید بدونیم که اینا چی دارن و وقتی که از یه منصبی میرن چی به دست آوردن. یکی این. و در هر صورت یه نکته دیگه هم که در واقع ربط مستقیم داره به شفافیت چیه؟ اینه که فامیل، مثلا فامیل نزدیکش کجا داره کار میکنه، چه منصبی داره. مثلا اگه رئیس یه بانکه و بعدن یه اطلاعات مالی و پولی به دست اینا میرسه و یه کارایی میکنن، اینا درست نیستش. میخوام بگم اینجا در آمریکا اگر یه زن و شوهری در یک بانک دارن کار میکنن، بانک بفهمه که اینا زن و شوهر هستن، اینا رو اخراج میکنن. اصلا قانون اینجا قدغن میکنه که زن و شوهری در یک شرکت یا به ویژه بانک کار کنن، برای همین داستان رانت و خاله‌بازی و این داستانا. موضوع شفافیت خیلی چیزا هست. الان رایفی پور که اومد موضوع شفافیت رو مطرح کرد و یه تعدادی از جبهه صبح ایران فرستاده شدن به مجلس، شفافیت فقط شفافیت آرا نیستش، در واقع شفافیت این هستش که شما به کدوم لایحه رو میارین، خودتون پیشنهاد میدین و به کدوم لایحه رأی میدین، کدوم لایحه رو رد میکنین و به چه دلیلی. اگر اینقدر ترسو هستین که نمیتونین در واقع برای اون چیزی که بهش رأی دادین دفاع بکنین، این نماینده ها باید شجاعت هم داشته باشن. یه چیز دیگه هم که مهمه همین جریان دین و مذهبه. چرا باید یک کسی دین و مذهبش رو قایم بکنه بعدن معلوم بشه که این در واقع آنوسیه و در واقع داره کارایی میکنه که نباید بکنه؟ خب میخوام بگم که ما باید یک بار برای همیشه اینا بیان بگن که در واقع دین و مذهبشون چی هست، ادیان و مذاهبی که رسماً به رسمیت شناخته شده در ایران چه دلیل داره که کسی بخواد پنهان کنه بگه من مسیحیم، من یهودیم، من زرتشتیم. مگر اینکه چی؟ هدف و ایدش و انگیزش منافع ملی نیست، ولی منافع شخصیه و پشت یه میخوام بگم یه چیزی قایم شده که از به اصطلاح پناهنده بشه به دین و مذهب و هر جا که گیر میکنه در واقع از دین اسلام سوء استفاده و استفاده بکنه برای تمام اختلاسا و تمام قانون شکنی ها و برای هر چی که هست. من نمیگم که تو دین اسلامم اختلاسگر و فاسد نیست، نه، فقط موضوع سر اینه که ما با کسانی که درباره دین و مذهبشون باورشون دروغ میگن، اینا درباره هر چیزی میتونن دروغ بگن. حالا اینجا تو آمریکا میگن نباید از دین و مذهب کسی بپرسی. بابا اینا چرت و پرته. این دموکراسی، نمیدونم اسمشو چی بذارم، بابا این دموکراسی دروغه، یه دروغ بزرگه. برای کشورهای دیگه آوردن که اینا رو بچاپن و غارت کنن. در بیاین از این موضوع، این دموکراسی نیست. صداقت، کسی که صداقت داره و مصلحه درباره همه چی صداقت داره و شجاعتم داره که بگه چه دین و باوری داره. در صورت این طوریه دیگه. خب من برمیگردم به این ویدیو از امام. حواستون باشه هر کسی که زیاد دم از دین و مذهب زدهش، یعنی داره تظاهر میکنه، نه اینکه واقعی باشه. میخوام بگم که کسانی هم هستن که واقعا افراد مذهبی هستن و دین و مذهب شده
عجین شده و تنیده شده در زندگی روزمرگیشون، اونا رو نمیگم، افراد واقعا متدین و اینا اونا رو نمیگم، ولی خیلی قشنگ من یکی که یاد گرفتم میفهمم که چه کسی داره دروغ میگه، چه کسی داره در واقع فریبکاری میکنه. و برای مثال آنوسیه، اینو من اینجا خوب تو لس آنجلس خوب یاد گرفتم چه کسانی آنوسی هستن و چه کسانی مسلمان واقعی هستن. خب در صورت امیدوارم که مکانیزمی و سیستمی در کشور ما باشه که دروغ رو از راست تشخیص بده. کسانی که دروغ میگن با هدف سو اومدن. موضوع سر اینه، موضوع اصلا سر این نیستش که اون شخص چه دین و مذهبی داره، موضوع سر دروغه، سر پنهانکاریه، سر فریبکاریه. خب همینجا من پرسش دارم، آقای ظریف چرا این همه به آیه و سوره و این چیزا پناه میبره؟ خب ما که درباره درخت خانوادگی ایشون هم شنیدیم تو فضای مجازی، پس یه چیزایی درست دیگه، درست. خب یه نکته هم باید اینجا عنوان کنم، اشخاصی که آنوسی هستن در ایران زندگی میکنن، اینها ابزار هستن برای شبکه‌های جاسوسی و این شبکه جاسوسی مخوفی چون موساد که سوار اینا میشن و در واقع اینا میتونن عوامل باشن یا مأمور موساد باشن و اونجا هستن که خرابکاری بکنن. و ما دیدیم که مهندسین هسته‌ایمون رو چجوری ترور کردن و چه بسا زیر سر همین شبکه‌های نفوذ در کشور ما بود و همه ترورایی که در کشور ما انجام شده، چه در اوایل انقلاب و چه حالا اخیراً. خب عزیزان من، حواسمون باشه، عضو کانالا بشین، به اشتراک بگذارین، نظرتون رو بنویسین و در واقع پسند رو هم فشار بدین. انتخاب من دکتر جلیلی هست و همه امیدواریم که ایشون انتخاب بشن. نظرتون زیر برنامه بنویسین. در پناه حق باشید.